رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور گفته همانگونه که با افزایش قیمت ارز کالا گران میشد، حالا باید با کاهش قیمت ارز به همان نسبت کالاها ارزان شوند. رحمانی فضلی افسود گزارش هفتگی وزارت صمت از قیمت 64 قلم کالای اساسی از کاهش 10% قیمت نیمی از این کالاها حکایت دارد. وزیر کشور همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست با اطلاع رسانی فعال به مردم با هر گونه خطا در این عرصه مقابله کنند. در حوزه مسکن مسببه‌ای که ما قبلا داشتیم، رسانه‌های به صورت فضاسازی و بازارسازی‌های کاذب موجب افزایش قیمت هم اجاره و هم قیمت مسکن شده بودند، برخورد خوبی را قوه قضاییه کرده بود. حدود 10 تا از اون سایت‌های غیر مجاز که به این کار مشغول بودند و برخی از دستگاه‌هایی که متأسفانه خودشون مسئول این کار بودند، به نوعی در این فضا بودند، به هر حال برخورد خوبی شده بود که ما گزارش دادن که فضای رسانه‌ای در این حوزه آرام‌تر شده. برخی از اقلام لبنیاتی تا حدود 20% رو امروز ستاد با تنظیم افزایش قیمت داده که در اینجا ما ریز اون اجزای تشکیل دهنده قیمت بررسی شد. از دوستان خواستیم که به هر حال نظارت دقیقی انجام بدن که این افزایش قیمت موجب نشه که باز افزایش‌های کاذب و غیر رسمی داشته باشن. اینا موظف شدن که هم اصناف و هم خود وزارت صمت ان شاءالله پیگیری کنن. در کوتاه‌ترین زمان به روزترین باشید. دوستان برای اطلاع از آخرین اخبار حتما کانال آخرین خبر رو سابسکرایب کنید و روی زنگوله کلیک کنید.